آمید جان میکروفون تو باز کن. امید هستی؟ امید یک؟ خب مثل اینکه نیست، اما من یه کار دیگه میکنم، چون خودش به من گفته بودش که یه سوال داشت، گفتش که اگر میکروفونم وصل شد این سوال از آدمین بپرس. میگه سوالم بپرسم آرمین ازت، حالا خودش هم بالا باشه که بدونیم خودم این فرد سوال. میگه سوالم راجع به بحث اوکراین هست، نظر آرمین راجع به جنگ و نظرش راجع به صحبت‌های امیددانا که تو روز اول جنگ برداشتش رو گفت، برداشتش از واقعی جنگ و این بساد و عملا حق رو به روسیه داد، و نظرش راجع به ادامه روند این مسئله موزل چی هستش با توجه به اینکه فرانسه کمک تسلیحاتی هم قراره به اوکراین بکنه. یکی یکی کدوم نظر شما؟ که من نظر تو در مورد صحبت امیددانا، آخه اینقدر مزخرف گفت، من نمیدونم به کدومش جواب بدم. من الان میتونم 3 ساعت درباره همین موضوع صحبت بکنم. قرار 5 دقیقه خلاصه بگو. آره ولی برای همین احتیاج دارم، برای اینکه من تو هر 5 دقیقه 20 تا حرف مزخرف زد امیددانا درباره موضوع روسیه و اوکراین. برای همین از نظر تو بولترینشون بود همین دفاع از اینکه کار روسیه واقعا مزخرفه. از چه لحاظ میتونه این کارش غیر قانونی باشه؟ اخلاقی، قانونی، از هر لحاظی که بگیم این افتضاحه. و من امیدوارم واقعا این اوکراین تبدیل به یک ویتنام بشه برای روسیه. بابا تو من احتیاج دارم یک کسی بیاد اینجا استدلال بکنه که من میتونم جواب بدم که از چه لحاظی میتونه این کار روسیه درست بشه. یک کشور مستقل، کشوری که مرز، ببین اصلا دخالت با مرزهای یک کشور، الان نزدیک تر شدن به فاجعه زمانهای مثلا زمانی قبل از جنگ جهانی دومه. ما یک ثباتی تو دنیا به وجود آوردیم به خاطر اینکه از این بازی تغییر مرزها و اینا داریم سعی می‌کنیم دورتر و دورتر بشیم. این ثبات و امنیتی که به وجود اومده، خیلی‌ها فکر نمی‌کنن. البته بابا این الان ربطی نداره، بذار بعدن. نه من فقط هایلایت کردم که تشکر کنم، علامت دار کردم که بعدن نظرشو بخونم. ممنون آقای دکتر، ما از شما اینو بعدن میخونیم. ممنون. ولی ببینین خیلی ها امروزه وقتی که اخبارو دنبال میکنن و همش جنگ و جنایت و اینا میبینن، فکر میکنن مثلا دنیا خیلی بد شده، چقدر همه چی افتضاحه. خب البته افتضاح هستا، ولی از همیشه بهتره. یعنی کسی که یه مقدار تاریخ بشناسه، یه مقدار آمار رو نگاه بکنه، میفهمه که این 100 سال گذشته بابا، این 100 سال گذشته اصلا غیر قابل مقایسه است با تمام تاریخ بشریت. امنیتی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم و ازش لذت میبریم، خب یعنی چون تلویزیون و سوشل میدیا و اینا داریم فکر میکنیم خیلی وضع از همیشه بدتره، در صورتی که وضع از همیشه بهتر، هیچ وقت به این خوبی نبوده. هیچ وقت این امنیتی که اکثر شما دارین ازش لذت میبرید به خاطر یک سری قراردادهایی بوده که بعد از جنگ جهانی دوم کشورها اومدن با هم بستن، به وجود آوردن. خب و این اصول و این قراردادها علیه باهاش بازی کردن یا علیهش به چالش کشیدنشون بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. هیچ کشوری، هر کشوری که بخواد علیه این قراردادها موضع بگیره باید یه توسری بخوره که عبرتی بشه برای هر کشور دیگه. این خیلی، مخصوصا وقتی که یکی از این کشورها کشوریه که خود روی صندلی همون روی سکیوریتی کانسل یونایتد نیشن هست، اینو فارسیش میشه، و بمب اتم داره. این بسیار فاجعه است. یعنی باید امیدوار باشین که روسیه به خاطر این غلطی که کرده هزینه ای بده که به همه دنیا نشون بده که دور زمونه این کارا گذشته. شما اگه روسیه این هزینه رو نده، چیزی رو که ما نرمالیزه کردیم باعث میشه که به بقیه هم، به خیلی کشورهای دیگه هم این زورگویی ها رو بهش نشون بده که برگشتیم به همون دور زمونه و مقاومت جدی علیه شما نمیشه، مخصوصا اگه بمب اتم شما دستتون باشه. خب یعنی ما میخوام
به روسیه نمیشه حمله کرد چون بمب اتم داره، ولی باید نشون داده شد، به دنیا نشون داده بشه که حتی اگه بمب اتم هم دارین هزینه خواهید داد، مردم خودتون علیه خودتون میکنید، خب اقتصاد شما باید سقوط بکنه. خب این خیلی متاسفم که اینو میگم، برای که مردم روسیه حقشون این نیست، مردم روسیه حقشون پوتین نیست، خب ولی این ماوراء اوکراین و روسیه هست، از این درباره همه دنیا هست. ما نمیخوایم وارد دنیایی بشیم که ابرقدرت‌های جهان با بمبای اتمشون وارد جنگ رو در رو علیه هم بشن. هزینه‌ای که همه مردم دنیا خواهند داد توی همچین جهانی افتضاحه. ببینید ما الان 10,000 سال تمدن داریم، 100 سالش خوب بوده نسبتاً، خب 100 سالش کسی هم که نمیدونه چقدر خوب بوده به خاطر اینکه تاریخ رو نمیشه، 100 سالش ما از یه امنیتی داریم لذت میبریم که فکر شاید توهمی فکر میکنیم که قرار همینجوری دیگه از این به بعد باشه. اگه این به هم بخوره برگردیم به چیزی که قبلا بود، یک جهنم این دنیا میشه که هیچ کسی اصلا تصورش نمیتونید بکنید. برای همین باید تمام دنیا متحد بشه علیه روسیه، تمام دنیا. این اصلا درباره اوکراین نیست فقط، یعنی فقط درباره اوکراین نیست، درباره امنیت همه جهانه. ببینید شما همین جمهوری اسلامی رو اگه نگاه بکنید، اگر روسیه بتونه موفق از این موضوع بیاد بیرون و جهان علیه روسیه جبهه نگیره و نشون نده عبرت که یه تو سری گنده بهش نزنن که به همه دنیا نشون بدن که از این غلط ها کسی دیگه نخوره، خب اگه همچی کاری نکنیم، بقیه هم میان نگاه، هم بسیاری از کشورها تو آفریقا، جمهوری اسلامی، اسد، کره شمالی، درسی که از این میگیرن چیه؟ دوباره برمیگردیم به همون دنیا، مرزها رو به رسمیت بشناسید. اینقدر هم حرفای چرت و پرت، ببین این حرفایی که پوتین میزنه بسیار شباهت داره به بسیار از ملیگراهای ما که چه میدونم ما امپراتوری بودیم، ابرقدرت بودیم، بخوایم برگردیم به همون امپراتوری آریایی، مرسی از سوپر استیکر، به امپراتوری گذشتمون، اینا برادران ما هستن، خونمون یکیه، چه میدونم اونا میگن روسی، ما میگیم آریایی، این مرزها رو دوباره باید پس بگیریم. این چرت و پرتا رو بذاریم کنار، دور زمونه این مزخرفات گذشته، مرزها رو دیگه باشون دستکاری نکنید. خون ببین، حمام خون به وجود میاد وقتی که با مرز دستکاری میکنید. این هویتتون رو بذارین سر یه چیز دیگه، خاک و مرز شد هویت. آقا هویتتون بذارین رو کاری به افتخار بکنین که کاری که کردین، به ارزشی که دارین برای جامعه. شما میخواین ببین با همین، برای همینه که میگم این ملی، حرفای ملی گرایی و هویت ملی و اینا، هویت قومی، هویت ملی، هویت نژادی، اینا همش خطرناکه. به خاطر همین تعصبایی که دارن میخوان برن، مردم دارن سوسول ها آرامش زندگی میکنن، شروع میکنین تانک و هواپیما و بمب و اینا میفرستین به خاطر همین هویت های ملی و این چرت و پرتا، به خاطر اینکه دی ان اتون یکیه، خونتون یکیه. آقا مرز اینجا کشیدین دیگه، چه ربطی داره؟ میخواین با هم یک همکاری بکنین، میگین اینا برادرای ما هستن، خب ببین با هم تجارت داشته باشین. چه مرز یه چیز اداریه، ربطی با هویت شما نداره. خاک شد هویت، مسخره است واقعا، واقعا عقب افتادن کسایی که از این حرفا میزنن. این طرز فکر باید نابود بشه، این طرز فکر مال قرون وسطاست، باید نابود بشه. خب هر کسی اومد در برای این چیزا خاک و مقدس کرد، مرز و مقدس کرد، فکر میکنه قدرت شما، فکر میکنه هویتش، افتخار به هویتش، هویت ملیش بیشتر میکنه به خاطر که مساحت کشورش بزرگتره. این حرفا مزخرفه، این حرفا دیگه جایگاهی نباید داشته باشه تو زندگی مدرن امروز ما. آره من میگم روسیه باید هزینه بده، همه جهان باید متحد بشه. و یک شرم هم علیه آلمان که حالا خوشحالیم که بالاخره اومد متحد شد با کشورهای دیگه علیه روسیه، ولی دیر، اوائلش هی یه پا این ور بود یه پا اون ور بود به خاطر گاز. واقعا مسخره است، شما نگران اقتصاد کوتاه مدت شما هستین و علیه روسیه موضع نمیگیرین. یه چیز به این خطرناکی، اقتصاد شما ارزشش چیه اگه ما دوباره برگردیم به دنیایی که این چیزا دوباره نرمالیزه شده؟ قلدری، زورگویی علیه کشور مستقل دیگه، مرز رو عوض کردن، ملیگرایی، قومگرایی، نژادپرستی، اینا رو دوباره میخوایم برگردیم مثل زمان جنگ جهانی دوم بشه؟
به خاطر اینکه قیمت گازتون تو این زمستون قراره مثلا بره بالاتر، به خاطر این متحد نمیشیم با کشورهای دیگه. واقعا این شرم داشت برای آلمان که یه مقدار دیر متحد، حالا خوب شد که دوباره حالا متحد شد. شرم هم علیه فرانسه، علیه ماکرون که این همه هی میخواد، حالا امیدوارم که دیگه از این غلط ها دیگه نکنه، هی بیا علیه هی میخواد بیاد ارتش اروپایی خودش رو درست بکنه به جای اینکه متحد بشه با آمریکا. اروپا بدون آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه علیه همچه قدرت های اتمی دنیا. با هم متحد بشین. ماکرون میگه ما باید ارتش اروپایی خودمون رو داشته باشیم مستقل از آمریکا. چرت نگو ماکرون. آها یه شرم دیگه هم علیه مرکل که اومد با چیزای انرژی اتمی رو تعطیل کرد توی آلمان به خاطر اتفاقی که توی ژاپن افتاد. واقعا یک بزرگترین اشتباه بود برای استقلال انرژی اروپا که الان باید این همه متکی باشن به روسیه به خاطر انرژیشون. واقعا یکی از بزرگترین اشتباهای مرکل، فکر کنم تنها اشتباهی مرکل این بود، تنها اشتباه بزرگ مرکل همین بود که موضع‌گیری کرد علیه، یعنی تمام انرژی اتمی رو تعطیل کرد تو آلمان. نظر تو چیه؟ من نظر خاص ندارم. در مورد مرکل داره میگی، چرا داره میگه اشتباه کرده که انرژی اتم اون به حساب نیروگاه‌های اتمیشو خاموش کرده؟ عبارتی انرژی اتمی بهترینش به نظر من بهترین کار ممکنه. که چرا مردم خودش هم به اون صورت راضی نبودن از وجود این قضیه؟ اشتباه کردن. الان برای همین متکی هم به گاز روسیه، استقلال خودشونو یعنی دست دادن، متکی هم به بدترین کشورها. الان این همه میخوام با جمهوری اسلامی دوباره، یعنی ببین شما فرض کنید اگه آلمان این همه سال انرژی اتمی خودش رو پیشرفت داده بود، الان فرانسه هم اینو فهمیده که چقدر این مهمه. آلمان هم تازه فکر کنم داره نظرش درباره این موضوع عوض میشه. خب برای اینکه این انرژی‌های تجدیدی حالا به اونجایی نمیرسه که بتونه جایگزین نفت و گاز بشه. خب هم از لحاظ دارن تلاششون رو میکنن که سر این و خوبه باید بکنن خوبه. آره ولی ما تکنولوژیش در اون حدی نرسیده که فعلا جایگاه گاز و نفت رو بگیره توی ولی تکنولوژی انرژی اتمی به اونجا که رسیده. خب هم از لحاظ تغییرات اقلیمی به نفع جهان هست که انرژی اتمی رو استفاده بکنه، هم از لحاظ این که جمهوری اسلامی و روسیه و عربستان انقدر غلطای الکی این زورگویی نکنن، این همه جنگ و جنایت نکنن تو منطقه و اینا، این همه نیان از این سود اقتصادی این استفاده بکنن که مثلا یه فشار بذارن به کشورهای دموکراتیک. از اون لحاظ بسیاری مفید بود که این همه چقدر عقب افتاده اروپا به خاطر اینکه انرژی اتمی رو گذاشت کنار. خب اگر اتفاقی میافتاد که مقدار هزینه‌ای که باید اروپا میداد خیلی بیشتر بود، که مثلا واقعه چرنوبیل که پیش اومد، به هر حال اون هزینه‌ای که اروپا باید بده خیلی بیشتر از این چیزاست. نه برای اینکه هزینه بسیار بیشتر، حداقل کنترل بیشتر الان از انرژی خورشیدیشون استفاده میکنن، از آبشون استفاده میکنن، حالا با یه خورده انرژی با یه خورده مبلغ بالاتر بیشتر حالا عملا. تمام متخصصین میگن با هزینه بسیار پایین‌تر میتونستن ریسک اینو تقریبا به صفر برسونن. اطلاعاتی که وجود داره از این که چجوری همچین اتفاقاتی افتاده توی ژاپن و توی چرنوبیل الان بسیار بالاتره. هزینه با هزینه بسیار کم میشه جلوی همچین کارهایی رو گرفت. خب و ریسک این که آرمین تو هنوز نمیتونی چیزی به اسم به این خطرناکی رو کاملا مهارش کنی، هنوز به اون که نرسیدی که تو اون درصد اتفاق تو درصد ریسک تو به صفر که نرسوندی، که تونستی از تجربیات گذشته استفاده بکنی اون رو به یه حداقلی برسونی. خب نزدیک به صفر حالا نزدیک به صفر فکر می‌کنم. حالا اوکی ببین هر کاری که همه انرژی اتمی هستم حالا عملا برش آقا جان درسته، ولی نظر ببین هیچ چیزی رو ما نمی‌تونیم کاملا صفر بکنیم. خب ولی الان به جای رسیدیم که به خاطر حتی آمریکا هم با این قدرتش هنوز داره از روسیه نفت و گاز می‌خره. خب ما الان به جای رسیدیم که نه انرژی اتمی، بمب اتمو داریم. ببین ما الان به پیغامی که به دنیا داریم میفرستیم چیه؟ خب تو بمب اتم اگه داشته باشی خب میتونی قلدری کنی. خب این باعث افزایش تقاضا برای بمب اتم خواهد شد. خب اوکراین الان به جایی رسیده که دارن میگه ما اشتباه کردیم بمب اتممون رو گذاشتیم کنار.
کشورهای دیگه هم به جایی خواهند رسید که بیشتر تصمیم خواهند گرفت که بمب اتم خواهند داشته باشند. آیا فکر می‌کنی یک اتفاقی که تو ژاپن افتاد چند نفر مردن؟ خب من نمیگم اینا هزینش کم بوده، هزینش زیاد بوده، ولی اون بمب اتم نبود. ما ریسک افزایش احتمال جنگ اتمی رو ببریم بالا، اونم که تو میگی این صفر نیست، خب اونم صفر نیست، ما داریم احتمال اونم داریم میبریم بالا تو این شرایط. خب اون که افتضاح، اون که بیشتره. بمب اتمی که من نمیدونم آیا مردم میدونن بمب اتمی که روسیه داره 2000 بار قوی تر از بمب اتمی که تو ژاپن انداخته شد. اون بمبای اتمی که ما داشتیم زمان جنگ جهانی دوم یک شهر رو میتونه حذف بکنه. بمبای اتمی که امروز داریم کشور رو میتونه حذف بکنه، تمام انگلستان رو میتونه حذف بکنه با یه دونه بمب. خب من نمیگم روسیه هیچ وقت نمیاد ازم چیزی استفاده بکنه، خب، ولی اگه پیغامی که ما دادیم به جهان که شما بمب اتم داشته باشید امنیتتون بیشتره، خب، برای اینکه کسی جرئت نمیکنه مثلا به روسیه حمله بکنه، باعث میشه ما به جایی برسیم که تعداد کشورهایی که میخوان بمب اتم داشته باشن بالاتر بشه و این افزای به جایی خواهیم رسید. اگه مثلا فرض کنیم چند تا کشور داشته باشیم، به جایی برسیم که مثلا 20 تا کشور بمب اتم دارن، بعضیاشون هم خیلیاشون هم ابرقدرت اصلا نیستن، خب احتمال استفاده از اینو داریم میبریم بالا. نمیگم زیاد احتمال احتمالش از 0.5% بکنیم به 1%، حساسیتی بیشتر، احتمال چیزش بیشتر دیگه. آره میدونم چی میگی، احتمالش میره بالاتر طبیعتا. ما باید برای همین باید نشون بدیم که بمب اتم هم داشته باشی راههای دیگه وجود داره که ما یه هزینه ای مجبورید بکنیم که هزینه ای بدین. یعنی باید این پیغامو به جهان بدیم که این تبلیغات بمب اتم از بین بره. خب از بین که نمیره، حداقلش بکنیم. من میگم ریسک اون ارزشش، و اگه استقلال، اگه بتونیم یه کاری بکنیم که از انرژی جمهوری اسلامی، از نفت و گاز جمهوری اسلامی یا روسیه یا عربستان، دنیا احتیاجش به این کمتر بشه، این برای امنیت همه جهان، هم از لحاظ اقلیمی به نفع جهانه، هم از لحاظ امنیتی به نفع همه جهانه. اگه اوکی. الان احتیاج به انرژی اتمی داریم، این باید این کار انجام بده. اوکی، فقط من چون سوال در سوال امید بود پرسیدیم، جوابش هم دادی، حالا به حسابم در روسیه تا گردی. یه نکته هم خودش تو وایتون پریوات چت اعلام کرد، گفتم اینم بهت منتقل کنم، اینه که گفته که اتفاقا امید دانا هم مثلا حرفاش میگفت که ایران هم باید کشور گشایی کنه، که احتمالا اونم دیده تا روسیه تونسته چنین کاری بکنه، همچین تحلیلایی هم امید دانا الان داره انجام میده. بله، فقط جمهوری اسلامی نیست، اگه این نرمالیزه بشه برای روسیه، بسیاری از کشورهای دیگه هم میان اینو میکنن. به این میگن از قانونی یه پرسیدنت تشکیل داده میشه. خب یعنی بقیه کشورها هم اگه همچین کاری بکنن به این کار روسیه رفرنس خواهند داد که ما نباید هزینه بدیم، من اینکه مثلا روسیه هزینه نده. این یک نرمالیزه میشه. افتضاح. باید دنیا متحد بشه علیه روسیه. خب امید ممنون ازت. من چرا اشتباهی تایپ اونجا زدم. اوکی، ممنون ازت امید عزیز.